بیننده های گرامی، درود به شما. برنامه تاریخ و فرهنگ افغانستان برنامه است آموزاننده و تحلیلگرانه که عنقریب به روزهای چهارشنبه ساعت 9 تا 10 شب به وقت تورنتوی بزرگ از طریق شبکه جهانی امید 24 پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید. درود و احترام خدمت یکایک شما بیننده های گرامی، هموطنان عزیز و همزبانان ارجمند در سر تا سر جهان. با امید سلامتی های شما عزیزان و به خاطر با آرزوی آرامش وطن و وطندار، اینک در آستانه آغاز مسائل تاریخی سرزمین عزیز ما افغانستان استیم. طبق وعده قبلی که خدمت شما بیننده‌های عزیز به عرض رسیده بود، مصمم استیم من بعد موضوعات تاریخی و فرهنگی افغانستان عزیز در هر هفته یک بار روزهای چهارشنبه از ساعت 9 تا ساعت 10 بعد از ظهر به وقت تورنتو از طریق شبکه جهانی امید 24 تقدیم شما بکنیم. نقطه های قابل تذکر زیاد است، اما اجازه بفرمایید قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازیم، به عنوان مقدمه خدمت شما عزیزان عرض شود که تاریخ یا علم تاریخ در واقع علمی است انسانی مهم، انتباهی و آموزاننده. هستند کسانی در کشور عزیز ما که شاید چنین فکر بکنند که تاریخ مربوط به زمانه ها و روزگاران گذشته است. پرداختن به این موضوعات گذشته شاید زیای وقت باشه و غالبا هم اظهار میکنند که گذشته ها گذشته، بیاین به موضوعات امروز بپردازیم. بله، از یک نقطه نظر ای تعداد از هموطنان گرامی ما ممکن است مستحق باشند، چون این فکر میکنند که موضوعات دردمندانه و دردناک امروزی ما در افغانستان بسیار عمده و قابل توجه است. با فهم این مسئله میخواهیم خدمت شما عرض برسانم که وقتی به اوضاع دردناک و خونین و تکان دهنده امروز سرزمین ما می نگریم، می خوانیم و می بینیم، باید تفکر بکنیم که این اوضاع آیا آنن یک شبه تحمیل شده و واقع شده و یا ریشه و بنیاد و گذشته و بک‌گراندی هم داره. البته هر مسئله، هر رویداد و حادثه تاریخی و اجتماعی ریشه های خود داره و گذشته های خود داره. ما امروز وقتی اوضاع افغانستان مطالعه می کنیم، باید بدانیم و قبول بکنیم که عوامل اصلی این همه مصیبت ها و بدبختی ها در حوادث گذشته نهفته بوده. حوادث و رویدادهای ننگین، سنگین و منفی و حتی انحرافی، وطن فروشانه و خائنانه بوده که تسلسل زندگی و هستی مردم افغانستان به چنین مصیبت ها کشانیده و گریزده. بنابراین اجازه بفرمایید اول به عرض برسانم که علم تاریخ چی گونه تعریفی داره. شاید کسانی باشند که علم تاریخ به اساس برداشت های خودشان اظهار بکنن و بیان کنن، ولی خب به صورت میانگی و به صورت بین البین چنین باید گفت که تاریخ، علم تاریخ عبارت از مطالعه و بررسی حوادث در روزگاران گذشته هست. اما تنها و تنها بررسی روزگاران گذشته هم کافی نیست. اگر ما تاریخ گذشته را بررسی بکنیم و انتباه نگیریم، مطالعه بکنیم ولی دقیق نشیم،
و درس و آموزشی از او بر نداریم، بازم بیفایده خواهد بود. مفیدیت و سودمندی علم تاریخ اگر ما به او بپردازیم، ده این افت است که چقدر از تاریخ و از گذشته ها، از عملکردها و برخوردها، سیاستها، جنگها، تقابل و سایر رویدادهای گذشته ما چقدر آموختیم و چقدر عبرت گرفتیم. در غیر آن بهتر است که هیچ دردسری به خود ندیم. دوستان عزیز، این نقطه را هم میخوایم خدمت شما عرض برسانم که وقتی ما میگیم علم تاریخ، علم تاریخ توأم است با زندگی انسان، انسانیت و زندگی اجتماعی افراد بشر. یعنی تاریخ مجزا از انسان مطالعه شده نمیتونه. اگر انسان نمی بود که تاریخ میسازه، در واقع ما تاریخ نمیدانستیم، و یا اگر میدانستیم هم صرفا تاریخ طبیعت میدانستیم. پس وقتی تاریخ با انسان و زندگی انسان گره میخوره، در اینجا نقش انسان، افراد بشر، افراد جامعه در تعیین تاریخ، در پیشبرد تاریخ و یا در کنسازی تاریخ بسیار برجسته خود بود. به می دلیل است که ما می بینیم انسان ها در طول زمانه ها و در طول روزگاران همیشه تقلا کردن، مبارزه کردن و پیوسته سعی کردن تا زمان از کندی برهانن، به پیش بتازن، گام های به پیش بردارن، موانع و مشکلات از پیش روی خودشان به خاطر پیشرفت و به خاطر رسیدن به سعادت بردارن. اینجاست که در طول تاریخ نقش انسان و مبارزات انسانی هم برجسته میشه. پیشرفت های تکنولوژی و علمی و صنعتی و سایر ابعاد هستی بشر که امروز ما میبینیم و از این نعمت ها افراد بشر برخوردار هستند، دلیلش همو تقلاها و تلاشها، کوششها و تپشها و حتی قربانیهای نسل بشر بوده در برابر موانع، در برابر ناملایمات و در برابر او عواملی که خواسته در وقت و زمانش چرخ تاریخ قبضه بکنه و یا از گردش باز داره. مثال هایی داریم. زمان گالیله، یکی از دانشمندان مشهور و شناخته شده جامعه اروپا، وقتی بر اولین بار کشف کرد و خواست بیان کنه که کره زمین هموار نیست بلکه کروی هست، یعنی ستاره که ما در او زندگی میکنیم، همین سیاره زمین کروی هست نه هموار، چون قبل از او افکار طوری بود که اظهار میشد که زمین در واقع هموار است. ولی گالیله گفت نه تنها زمین کروی است بلکه به دور آفتاب میچرخه، نه آفتاب به دور زمین. خب وقتی چنین اظهاراتی به میان آمد، در او زمان مقام های کلیسای اروپا که تقریبا در موقف حاکمیت قرار داشتن، قضاوت میکردن و یا مانع پیشرفت ها میشدن، تکان خوردن، ناراحت شدن و گالیله را تحت فشار بسیار بزرگ قرار دادن و حتی تحت محاکمه قرارش دادن تا منکر چنین کشف علمی شود. چرا چنین شد؟ میبینیم در اینجا که دو جریان متخاصم یا متضاد وجود داره در تاریخ، در تاریخ بشر. یک جریان رو به پیش، جریانی که همیشه با تقلاها و مبارزات و تلاشهای متنوع خودش میخواهد تاریخ به پیش برانه، از ایستایی نجات بیافه و به طرف پیشرفتها و تکامل گام بگذاره. ولی جریان دیگه هم وجود داشته و هنوز هم در جهان وجود داره که همیشه مانع پیشرفت تاریخ میشه. همچنان مثال دیگه را که ما میتونیم در این مورد داشته باشیم عبارت از است که افراد جامعه همیشه آرزومند هستند و عملا میخواهند کاری بکنند تا
فقر زدوده شود، جهل از میان بره، جامعه یک جامعه شگوفای انسانی شود و احتیاج وجود نداشته باشد. علم باید تکامل کنه و انسان سرفراز باشه و سرفراز زندگی بکنه. اما دیده میشه که جریان دیگه با وجود میایه و با وجود آمده عملا در کشورهای مختلف دیده میشه که مثلا حاکمیت ها، رژیم ها و دولت هایی که به سر اقتدار هستند در جامعه پیشرفت تاریخ و پیشرفت انسان به سود خودشان نمیدانند. یعنی رژیم های استبدادی، عقبگرا، کوردل و کورذهن هستند. با اعمال استبداد، با اعمال دیکتاتوری و فشارهای فکری و فرهنگی و امثال هم آرزو میکنن و این بزعم خودشان میخوان چرخ تاریخ خرپنجه کنن. یعنی این چرخی را که باید به پیش بتازه این را میخوان کند بسازن یا متوقف کنن. اینجاست که تضاد فی ما بین افراد جامعه که آرزوی پیشرفت و تکامل و ترقی را دارن و نیروی کند سازنده که عبارت از رژیم های کوردل و عقبگرا هستن به وجود میه. روی همین دلیل است که تاریخ ارزش خود بیان میکنه. این اینجاست که ما به این نتیجه میرسیم که باید تاریخ موشگافی کنیم، بازخوانی کنیم و در اطرافش تفکرات عمیق و سازنده داشته باشیم. چرا، چگونه، کیها، در کجا، چه زمانی در برابر پیشرفت و تکامل تاریخ قرار گرفتن، چه اعمال و کرداری را انجام دادن، افراد جامعه چگونه حاضر شدن قربانی ها بتن تا ایمانی بزرگه از پیش روی خودشان بردارن. لذا از تاریخ آموختن به صورت عمده امیست که نباید سطحی بنگریم، نباید تاریخ بیارزش حساب بکنیم، نباید بی توجه از امور تاریخی و رویدادهای گذشته بگذاریم، بلکه بسیار بسیار باید در موردش حساب کنیم، دقیق باشیم. خود ما و دوستان ما و فرزندان ما و اعضای خانواده های ما را باید متوجه ارزش چنین علمی بسازیم. با شما دوستان عزیز میخوایم بازم این نکته را عرض بکنم که دو علم در جهان برای زندگی روزمره، شباروزی و اجتماعی و فردی ما انسان ها ارزشمند است. یکی علم سیاست است و یکی هم علم تاریخ. دیده میشه که با تأسف در هر دو مورد ادعی هستند که نظرات نسبتا منفی ابراز میکنند. اما طور که علم تاریخ نادیده میگیرند، اما طور علم سیاست نادیده میگیرند و به می صراحت ابراز میکنند که سیاست کار بدی است، سیاست راه و رسم خوبی نیست، سیاست نکنه و بپرهیزین. در حالی که وقتی که ما پولیتیکل ساینس میگیم، یعنی علم سیاست، علم است، از جمله علوم است. این دو علم تاریخ و علم سیاست از جمله علوم است که انسان ها را شناختن، پذیرفتن و در زندگی خودشان عمل میکنن و به او اتکا دارن. پس کسانی که به علم سیاست وارد میشن و وارد هستن، در واقع انسان های آگاه هستن، انسان های دقیق سنج می باشن، زود مسائل درک می کنن، به تحلیل می گرن، می دانن، می فهمن، دوست و دشمن تشخیص می تن و حوادثی که در کشورشان روی می تن یا در جهان و در منطقه زود پی می برن و آگاهی می داشته باشن که چیز بسیار خوبی هست. اما طور علم تاریخ متاسفانه، اما طوری که عرض کردم، در کشور ما زیاد ارزشمند نمی دانن و به خاطر امی عدم توجه کافی به علم تاریخ است که ما از گذشته ها غافل میمونیم، عوامل و ریشه ها را نمیشناسیم. هر کسی آمد زور گفت، استبداد اعمال کرد و جامعه را به عقب راند و یا متوقف نگاه کرد، زندگی را نخواست متحول شود. ما اینا را در موقعش چون که به علم تاریخ زیاد وارد نبودیم نشناختیم و آل هم که
اگر به این علم وارد میشیم ضرورت است که بشناسیم، و اگر نمیشناسیم بازم از جمله تغافل ما خواهد بود. ما در جریان صحبت های تاریخی و در جریان تقدیم برنامه های تاریخ و فرهنگ که از این طریق انشاءالله خدمت شما در هر هفته تقدیم خواهد شد، قدم به قدم آهسته آهسته ابعاد مختلف رویدادهای تاریخی کشور ما را خواهیم سنجید و خدمت شما به بررسی خواهیم گرفت، مثالهای خواهیم داشت. و همچنان سوالی که در اینجا مطرح است او عبارت از این است که خب تاریخ که یک علم بسیار گسترده است، دامنش یا دامانش بسیار وسیع است، از نظر متن و محتوا بسیار عمیق است، پس تاریخ از کجا باید شروع کرد؟ من یقین دارم که هموطنان گرامی ما تعداد زیادی هستند که به گذشته های بسیار دور تاریخی علاقمند نخواهند بود، و یا شاید اگر ما به تاریخ مثلا 4000 سال قبل افغانستان برگردیم، از او 3000-4000 سال قبل سخن بگوییم، احتمالا مورد علاقمندی و دلچسبیشون واقعی نشد. و اما کاری که باید بکنیم که هم لال بدست بیاد به اصطلاح و هم یار نرنجه، او عبارت از ایست که تاریخ حداقل یک زمان برش تعیین بکنیم، یک حد و مرز در این قسمت بشناسیم که از کجا باید آغاز کنیم. به اعتقاد ما جالبترین بخشای تاریخ سرزمین عزیز ما برمیگرده به 1500 تا 2000 سال قبل، عمدتاً 1500 سال، که اگر من اشتباه نکرده باشم و موضوع را درست به تحلیل گرفته باشم، میتونم با صراحت عرض بکنم که اگر موضوعات تاریخی را تا این برنامه ها حد اقل از 1500 سال قبل آغاز بکنیم و آهسته آهسته پیش بریم و آموزش های در این مورد داشته باشیم، معرفت های داشته باشیم، شناخت و شناسی را به وجود بیاریم و درس و عبرتی داشته باشیم، فکر میکنم بسیار کافی خواهد بود که ما موضوعات بسیار پیچیده که ظاهراً پیچیده معلوم میشه و موضوعات بسیار تکان دهنده و تأسف بار امروزی سرزمین ما را به تحلیل میگیریم و عوامل این همه مصیبت ها را میتونیم با دو صورت درک بکنیم، مشروط به این که هر بودی از تاریخ و هر مرحله از تاریخ که در اینجا بیان میشه با دقت بشنویم و باز به تاریخ مراجعه بکنیم. آثار متعدد خوشبختانه وجود داره امروز، چی به صورت کتاب و چی از طریق منابع کمپیوتری و اینترنتی میتونیم مراجعه بکنیم، در موارد مختلف ذهن ما را باز کنیم و به این نتیجه برسیم که چرا سرزمین محبوب ما افغانستان امروز مورد طعن و لعن قرار گرفته، مورد تجاوز، نه تنها تجاوز یک کشور بلکه مورد تجاوز ده ها کشور قرار دارد. چرا همسایه های بی‌مروت ما در مورد هستی و سرنوشت ملت مظلوم ما جفا می کنند پیوسته؟ چرا دولت هایی که با وجود می آید دست نشانده می باشند و این دست نشاندگی مایه سرفگندگی های خود رژیم ها و سرفگندگی های نسل امروز و فردای ما خواهد بود؟ بنابرو آرزومند استم دوستان گرامی که من بعد لطف بکنین هر چهارشنبه از ساعت 9 تا ساعت 10 شب به وقت تورنتو در پای تلویزیون های خودتان، امیدوار استم بتانین فرصت داشته باشین، قرار داشته باشین و سخنهای ما را بشنوین تا بدانیم که تاریخ یعنی چی، تا بدانیم که مصیبت ها سرچشمهش در کجاست و بعد از او در هر بخش ما نتیجه گیری داشته باشیم. همچنان مسئله فرهنگ دوستان گرامی هم زمینه بخش تاریخ خواهیم داشت. در وقت نیاز و ضرورت می خواهیم این موضوع را با عنوان دو بال مسئله، یک بال تاریخ یکی هم فرهنگ، به پیش ببریم و به پرواز بیم تا شما عزیزان بدانین که فرهنگ با تاریخ چه ارتباط منطقی و ناگسستنی داره و تا
تعریف فرهنگ هم در طی برنامه های آینده خدمت شما تقدیم خواهیم کرد، ارزش های فرهنگی را خواهیم گفت و ابعاد مختلفشه که فرهنگ در برگیرنده کدام کدام مسائل است، و ما تا جایی که امکان داشته باشه سعی میکنیم طی تقدیم برنامه ها در بخش فرهنگی هم بپردازیم. با امید آسایش شما دوستان و با امید سلامتی هایتان و با آرزوی آزادی و آبادی کشور عزیز ما افغانستان، با امید دیدار باز هم آینده، خداوند یارتان.